خب من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. امروز اگر چشم نزنیم این جناب آقای اینستاگرام رو، ما رو اجازه داد که تو صفحه اصلی خودمون لایو بذاریم و یکی از اتفاقات نادر بود که بعد از مدت به ما اجازه دادن که ما دوباره برگردیم به صفحه اصلی خودمون. خیلی خوشحالیم، ولی خب اون کانال پشتیبان رو هم داریم که به محض این که دوستان به هر حال در اینستاگرام حالی بی حالی هستن، هر وقت ما رو از اینجا انداختن بیرون، شما عزیزان اون آدرس ما رو داشته باشید که همیشه در خدمت شما هستیم، اونجا بخوایم با شما به صورت زنده صحبت کنیم. خب اگر اجازه بدید دیگه سلام علیکم که کردیم، من مخلص همه شما هم هستم. خیلی عزیزید، بزرگوارید، امیدوارم که سلامت و سرزنده باشید. بذارید من این کامنت ها رو ببندم و بریم برای برنامه امشب. و اینکه همین اول بسم الله یک خبر فوری به دست ما رسید، در حال منو گرفت. امشب آمده بودم که ذره پر انرژی تر در خدمت شما باشم. متاسفانه یک دختر جوان لحظاتی قبل خودش رو از طبقه پنجم یک ساختمان تجاری در شهرستان لاهیجان بولوار خلیج فارس به پایین پرت کرد و در دم کشته شد. لعنت خدا بر رژیم جنایتکار آخوندی. ما هر بار به ما هیچ سفارش میکنن آقا تو بیزر اینا رو کمتر چی میگن آه و نفرین بکن، اینا که خود به خود دارن دیگه سرنگون میشن و میرن، تو بیخیال شو. ولی من چجوری میتونم بیخیال بشم وقتی اینجور خبرها به دستم میرسه؟ این روسا واقعا در اقصا نقاط کشور متاسفانه این اتفاق داره دامنگیر همه میشه. من شما خواهش میکنم، شما که الان همراه من هستید، با من هستید و دارید این برنامه رو مشاهده میکنید، تا میتونید با دیگران صحبت بکنید. عزیزان من، این گاوی رو که ما در اختیار داشتیم در انقلاب زن زندگی آزادی، پوستش رو کندیم رسیده به دمش و به زودی این رژیم جنایتکار سرنگون میشه. این که شما متاسفانه هی دارید اقدام، این که شما رو میگم، شما بینندگان عزیز نیست، ولی خب تو کشور ما نمیدونم چرا، درست مشکلات هست، سختی هست، گرفتاری هست، یه ذره صبور باشید، یه ذره تحمل بفرمایید. راهش این نیست که ما بخوایم دم به ساعت بیم خودکشی بکنیم و اینجور خبرهای بد به گوش تمام مردم برسه. چرا ما باید این کارو بکنیم؟ چرا فرزندان آخوندها نباید این کارو بکنن که گردن همشون رو تبر نمیزنه، اینقدر که از مال من و شما خوردن؟ پس لطف بکنید، قدرتمند سر جاتون محکم بمونید. ما روزهای انقلابی بسیار آتشینی پیش رو داریم که واقعا به تک تک شما جوانای ایرانی نیازمندیم. اینکه بلند میشید، من چه میفهمم از بالای پل و از نمیدونم ساختمان‌های تجاری و یا قرص برنج؟ و لطفا این کار رو تحت هیچ شرایطی به کسی اجازه ندید بکنه این کار رو. و ما واقعا جوانای انقلابی خودمون رو چه در این انقلاب برای سرنگونی رژیم آخوندی نیاز داریم و چه بعد از انقلاب برای سازندگی کشور ما. 44 سال رژیم جنایتکار این مملکت ما رو واقعا به تلی از خاک دوچار کرده، تبدیل کرده. ما باید دوباره این 4 تا ساختمون و بلند مرتبه و بانک ها و چه میدونم مراکز تجاری که با پول خون من و شما ساخته شده رو نگاه نکنید. عزیزان من، زیر ساخت های کشور ایران در حال حاضر فاجعه بار افتضاح، و ما بعد از انقلاب پیروزی، بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، واقعا نیاز داریم به جوانان ما، نه جوانان خوشفکر ما، جوانان تحصیل کرده ما. من الان میپرسیدم که آقا این داستان چه بود؟ گفتاد لحظاتی دیگه به شما میگیم که علتش ها، علت همینه، همین مشکلات گرفتاری، وضعیت تمکن مالی، وضعیت معیشتی. بگن یک دختر، یک پسر چرا باید بیاد اقدام به خودکشی بکنه؟ لطفاً تا میتونید شما به عنوان یک رسانه این روزها عمل بکنید و از تمام جوانان ما، از تمام زوجین جوان که در همین ابتدای زندگی میرن، حالا به مشکلاتی برمیخورن، این به هر حال شطوریه که دم در خونه همه میخوابه. پس باید تحمل بکنیم، یکم صبور باشید. اتفاقات، حتی امروز گزارشی رو که ما براتون آماده کردیم، اتفاقات بسیار خوبیه عزیز من. خبرهای بسیار خوبیه و باعث این خواهد شد، یعنی تمام خبرها خروجیش داره این رو به ما میگه که به زودی
جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، یعنی دیگه راهی براشون نمونده. پس لطفاً اینقدر ناامیدانه به پیش نرید، امیدوار باشید، قوی باشید، خانواده خودتون رو قوی و پر انرژی نگه دارید. اشکال نداره، تمکن مالی الان، وضعیت مالی همه به هم ریخته است. یعنی آخوندها در این 44 سال کاری کردن فقط تبلیغ دین و مذهب و این خزعبلات رو برای ما داشتند و جیبهای ما رو زدن. اشکال نداره، فعلا پول ما در جیب آنهاست. بعد از انقلاب زن زندگی، بعد از این پیروزی ما، ما مطمئنن دوباره تمام چیزهایی رو که در این 44 سال با مکر و فریب و حیله و زور از ما گرفتن رو از آنها پس خواهیم گرفت. پس لطفاً دیگه اجازه بدید ما از این به بعد در اقصی نقاط کشور این بحث خودکشی رو نداشته باشیم. یعنی آدم باید خیلی دیگه ضعیف باشه. آقا آدم هزار بار، خود بنده که در ایران بودم بعد از اون همه مشکلاتی که برای من به وجود آمد، هزاران بار به آخر خط رسیدم، ولی خب همه چیز گذراست. اگر گذرا نبود که شما دورانهای مختلف رو میبینید آمدند و رفتند و الان به این رژیم جنایتکار رسیده و مطمئن باشید اینها هم خواهند رفت و این انقلاب به دست شما جوانان خواهد رسید. بریم برنامه امشب رو شروع بکنیم. راستش رو بخواید عزیزان، من ساعتی قبل یک فیلمی رو به بچه ها گفتم زحمت بکشن و در داخل رادیو تلگرام ما و در اینستاگرام ما و در رادیو ایران منتشر بکنن که این فیلم امروز یه جورایی پروموت شد، یه جوری حسابی وایرال شد، تمام شبکه ها برداشتن ازش استفاده کردن و اون فیلم مراسم اهدای جایزه صراحت کلام به شاهزاده بود که در ایالات متحده اتفاق افتاد، در اندیشکده حزب جمهوری خواه که آمدن این مدال رو به جناب این لوح و به جناب شاهزاده تقدیم کردن. ما اونجا بهشون تبریک گفتیم به شخص شاهزاده. انگار این حرفی رو که ما زدیم آقا یه تیری بود تو قلب این مزدوران کثافت حرامزاده آخوندی، چنانی برای ما جبهه گرفتند و دیدم ما رو تهدید کردن. البته این تهدیدات کردن در این 10 سالی که ما در رادیو گیلان هستیم به کرار رخ داده و ما بادی نیستیم که بخوایم، ما بیدی نیستیم که بخوایم به این از این بادها بهراسیم و چه میدونم کوتاه بیاییم و عرصه رو خالی بکنیم. نه، ما داریم کار خودمون رو میکنیم، رسالت ما رسالت خبرنگاریه و اگر نظر شخصی من رو بارها و بارها در جاهای مختلف بچه های دیگه، خبرگزاری های دیگه از من پرسیدن و من گفتم من خودم به شخص بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار و آخوندی وقتی میدونم یک آلترناتیو خوب، یک آلترناتیو سالمی مثل شاهزاده داریم، چرا ما بخوایم مثلا بریم دنبال حالا یک نفر رو بیایم پیدا بکنیم؟ رژیم تمام تلاش خودش رو در انقلاب زن زندگی آزادی کرد که بین ماها تفرقه بیاندازه. عزیزان من توجه داشته باشید، نمیگم پیروز نشد، اتفاقا در جنگ روانی اونها هم تونستن بعضی جاها پیروز بشن. شما نگاه بکنید اپوزیسیونی که راه افتاده و چطور علی کریمی ما رو خراب کردن، چطور مسیح علی نژاد، چطور جناب آقای جوانمردی، چطور خانم شیرین عبادی، چطور آقای اسماعیلی و خیلی های دیگر رو اینها کاری کردن، اینقدر در مورد اینها بد گفتن. عزیزان من، ما در دنیا آدم بد نداریم مگر اینکه خودشان این خلاف این موضوع رو ثابت بکنن. تمام بچه ها، تمام عزیزانی که در انقلاب زن زندگی آمدن پای کار و در میدان تلاش کردن، حتی یک روز هم تلاش کردن، اونها انقلابی محسوب میشن. ما حق نداریم در مورد اونها نقد بکنیم، بگیم این بده اون خوبه. فعلا بس انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی و هدف سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندیه. پس شما لطف بکنید تمام تلاشتون رو، تمام فکر و ذکرتون رو برای اتحاد بین داخلی ها و خارجی ها بذارید. الان ما به هدف خودمون برسیم. من اون دفعه آمدم از پشت پرده جلسه محرمانه کشورهای ابرقدرت یک چیزهایی رو به شما گفتم. گفتم اینها قراره
در آینده در خاورمیانه چه کارهایی بکنن. گفتم نسخه رژیم جنایتکار آخوندی در آن جلسه محرمانه بین اینها پیچیده شده. این که میگم محرمانه، تا اون روز محرمانه بود، بعد خودشون آمدن این رو در هیئت‌های دولت خودشون گفتن، هیئت‌های دولتش خودشون به هر حال احزابی داشتن اونجا گفته شد و الان مشخص شده ابرقدرت‌های دنیا، حالا آمریکا با فرانسه با انگلیس و اینها رو همه رو در نظر بگیریم، اینها هدف اصلیشون سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندیه و به این نتیجه هم رسیدن که در دوران گذار یک آلترناتیوی داشته باشن و اون شخص رو در حال حاضر رضا شاه دوم یا همین شاهزاده انتخاب کردن. ما چرا حالا اول بسم الله باید بلند شیم بیایم هی بگیم نه ایشون چون مثلا دختر ایشون چون بلد نیست فارسی؟ کی حرفو زده آخه؟ این داستان ها چیه که در حال حاضر که ما میخوایم فقط هدفمون سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی با این همه فساد باشد، ما بیایم حالا به حواشی آقایان عزیزان من، خانوم ها، مبارزین انقلابیون، ما آب تو آسیاب رژیم جنایتکار نریزیم. اینها تمام تلاششون رو دارن میکنن که تفرقه به وجود بیاد. در حال حاضر من یک بار گفتم، الان هم برای بار صدام میگم خدمت شما، تو جاهای مختلف هم گفتم، گفتم در حال حاضر شاهزاده بهترین آلترناتیوه. عزیزان من سالمتر از ایشون ندارید، بیان پیشینه ایشون رو نگاه بکنید، پدر ایشون، پدر بزرگ ایشون، خب این همه خصوصیات این شخص داره، چرا ما حالا باید بیایم به بعضی از چیزهای حواشی بپردازیم؟ چرا باید بیایم به اینجور موضوعات بپردازیم؟ رژیم جنایتکار آخوندی موفق شد ما رو کاری بکنه که اپوزیسیون رو از نظر چی میگن، از دید ما منفی بکنه، کاری بکنه ما بگیم اونا هم نشدن. تمام تلاشش رو رژیم جنایتکار، میلیاردها دلار هزینه کرد در این یک سال انقلاب زن زندگی آزادی که بتونه تفرقه بین مردم، بین 80 میلیون مردم ایران تفرقه بندازه. اینا در این 44 سال با تفرقه، با مکش، با حیله تونستن مملکت ما رو اینجور چپاول و غارت بکنن. به نظر من دیگه بسته، زحمت بکشید، لطف بکنید، پشت هم بیستید و یک هدف مشخص و اون هم سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی داشته باشید. من امروز اتفاقا همه بعد افتخار بکنم، من دیدم وقتی اینو پخش کردم خیلی ها آمدن قلب گذاشتن، تشکر کردن، گفتن باعث افتخار ماست که یک ایرانی که شاهزاده هم هست رفت در اصلی ترین اندیشکده ایالات متحده تونست یک همچین جایزه ای رو بگیره که قبل از اون برید نگاه بکنید ببینید به چه دانشمندانی داده بودن، به چه افراد موثری در دنیا داده بودن. این افتخار ماست. وقتی من میام این رو پخش میکنم و تیری میشه در قلب خامنه ای و اطرافیانش، تازه اونجا متوجه میشم که من چقدر دارم هدف خودم رو به خوبی پیش میرم. اما حالا چه خوب چه بد، باید خدمت شما عرض بکنم که جنگ منطقه دوم جنگ اسرائیل هم اونجوری که پیش بینی میشد از قبل و خیلی ها باز می اومدن آیه یس در زیر برنامه‌های و پیش بینی های ما میخوندن، ما چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید، منطقه دوم جنگ هم بازگشایی شد. یعنی اسرائیل با لبنان، حماس که دیگه تمام شد. ما همین الانش هم داشتیم می آمدیم خبرهایی رو دریافت کردیم که اصلا کل نوار ساحلی به دست ارتش اسرائیل افتاده، کل قسمت شمالی غزه رو ارتش در اختیار گرفته، الان فقط مونده بیمارستان شفا و بیمارستان اندونزی. همین الان یک قسمتی رو، یک گذرگاهی رو ارتش اسرائیل برای پزشکان و کادر درمان بیمارستان شفا باز کرده، وسایل نقلیه در اختیارشون گذاشته و گفته شما همین الان می توانید زخمی ها رو، کودکان رو از بیمارستان برداشته و کجا برید؟ برید سمت جنوب، برید، هیچ مشکلی نیست. چرا؟ چون اسرائیل، من دیشب در پریشم هم خدمت شما عرض کردم، دستگاه های امنیتی به اینها اطلاع دادن که اون
مردک یحیی سنوار که رئیس حماسه، رئیس گروه تروریستی حماسه، در حال حاضر در زیر همون بیمارستان شفا هست و اونها از همین مردم و بیماران و زخمی ها دارن سپر انسانی استفاده میکنن و اجازه نمیدن اینها از بیمارستان شفا که بزرگترین بیمارستان حال حاضر غزه هست کنار برن. چرا؟ چون اگر مردم آنجا رو ترک بکنند گند اینها در میاد. اسرائیل همین امشب مته به خشخاش گذاشته، گفته آقا من میخوام نسخه اینها رو امشب بپیچن، چون خودشون اعتقاد دارن که اگر امشب این بیماران و این مریضا و این زخمی ها و این افراد و این کودکانی که در بیمارستان شفا هستن با کادر درمان و پزشکان آنجا رو ترک بکنن، اینها میتونن یورش ببرن اونجا و این رئیس حماس رو و دیگر فرماندهان گردان که این موشهای کثیف در زیر بیمارستان یگان اصلی فرماندهیشونه، میتونن اونجا اینا رو دستگیر بکنن و یه جورایی دیگه جنگ بین اسرائیل و حماس اینجا کلا نسخش پیچیده بشه، جنگ دوم منطقه دومی باز شده و اون حزب الله است. خبرهایی رو که امروز به دست ما رسید خیلی جالب بود، گفتن که یعنی لحظاتی قبل کابینه جنگ دولت اسرائیل تشکیل جلسه داده. اینا این تشکیل جلسه رو ندادن که بگن حالا با غزه چه کار بکنیم چه کار نکنیم. اینا نسخه غزه رو دیدید که در عرض سه هفته و خورده چقدر شیک و مجلسی پیچوندن، امثال مثل اون سلامی که آمد برگشت گفت اگر بیاین اینجا ما شما رو میبلعیم، که دیدیم گندگویی بیش نبود. یا خامنه‌ای میگفت مراقب باشید که پاتون اونجا نذارید، اونجا برای شما باطلاق غزه برای شما باطلاق بزرگی خواهد شد. دیدید که اینها رفتن با کمترین تلفات، ارتش اسرائیل رو عرض میکنم خدمت شما، با کمترین تلفات تونستن موشهای کثیف حماس تروریستی رو یکی پس از دیگری چه بکشن و چه دستگیر بکنن. الان هم فقط مونده همین 3-4 تا بیمارستان النصر رو، نمیدونم اون یکی اندونزی و نمیدونم همین شفا که عرض کردم خدمت شما بزرگترین بیمارستانه، اینها رو هم اگر بگیرن و زیر اینها که ستاد فرماندهی این حرامزاده هاست که میرن زیر بیمارستان ستاد جنگ خودشون رو راه میندازن، یه جورای نسخه غزه دیگه پیچیده شده حداقل در جنوب. خب همین دیشب هم دیدی تصاویرش هم ما گذاشتیم که تمام مراکز موشکیشون و انبارهای ادوات تسلیحات جنگی خودش مال حماس رو اسرائیلیا یکی پس از دیگری یا ضبط کردن یا منفجر کردن. خب این بر ما میایم یه جوری جنگ رو میذاریم کنار و الان میایم میرسیم به کجا؟ میرسیم به لبنان. امروز رسانه‌های اسرائیلی یک جمله رو خیلی داشتن روش مانور می‌دادن و اون این بود که می‌گفتن که آقا جناب آقای گالانت رئیس ارتش، فرمانده جنگ، فرمانده ارتش اسرائیل آمده بود هشدار داده بود به حسن خرس‌الله که حسن خرس‌الله مراقب باش که از خط قرمز اسرائیل عبور نکنی که اگر عبور کردی ما بیروت رو هدف قرار میدیم، بیروت پایتخت لبنان رو هدف قرار میدیم. جالب اینجاست امروز رسانه های داخل اسرائیل داشتن این رو تیتر میکردن که آقای گالانت شما انگار در جریان نیستید، حزب الله با مدیریت خرس‌الله خیلی وقته که خط قرمز رو ازش عدول کرده و الان شما باید پاسخ بدید. اینقدر فشار بود، حتی امروز راهپیمایی هم داشتن که آمدن گفتن هم گروگان‌های ما رو دولت باید هر چه سریعتر آزاد بکنه و هم اینکه تکلیف لبنان رو هم حزب الله رو هم روشن بکنه. به همین خاطر اینا لحظاتی قبل الان جلسه گذاشتن، هنوز مشخص نیست خروجی جلسه شون چه خواهد شد، که اگر اتفاقی افتاد ما حتما به شما خواهیم گفت. اما امروز لبنان یکی این که میگم لبنان یعنی منظور حزب الله است که از شدیدترین حملات خودشون رو به اسرائیل داشتن. اجازه بدید من در مورد اون هم با شما صحبت بکنم. بله اینها امروز حزب الله به یکی از شهرهای جنوبی اسرائیل حمله کردن، حمله با موشک ضد تانک بود، به یک گروهی حمله کردن که اون بنده های خدا همه
7-8 نفر کارمند اداره برق بودن که آمده بودن اون روستایی که قبلا حزب الله اونجا رو زده بود، برقش قطع شده بود، رو اومدن امروز برقا رو ترمیم بکنن، تعمیر بکنن، درست بکنن که برق رو برگردونن برای اون روستایی ها، اون مردم اسرائیلی که امروز این حزب الله با یک موشک ارزم به حضور شما ضد تانک به اینها حمله میکنه و متاسفانه 8 نفر اینها زخمی شدن که همین لحظاتی قبل بود که احتمال میدادن یکی از اینها فوت شده ولی حالا خبرش رو اعلام نکردن. این یک فاجعه بود که برای اولین بار پیش میاد، چون تا حالا همینجور فقط میزدن به در و دیوار، ولی امروز هدفمند اینجا 8 نفر رو زخمی کردند. و ساعتی قبل هم ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز 7 نفر از ارتشی های اسرائیلی در لب مرز با لبنان کشته شدند در حملاتی که حزب الله داشته. خب نگاه بکنید، 7 نفر اونجا، 8 نفر اینجا، اینا شدن 15 نفر. یعنی امروز حزب الله شدیدترین حمله خودش رو داشت. این معنیش یعنی چی؟ این یعنی که حسن خرس‌الله چند روز پیش برگشت که برای اولین بار تو عمرش یه بار حرف درست حسابی زد، اومد گفت اگر جنگو در غزه مثلا شما تمومش نکنید، یعنی دیگه آتش بس اعلام نشه، ما جنگو شروع میکنیم. خب دیگه این شروع کردن دیگه بعد چیکار بکنه؟ 15 نفر رو به خاک و خون کشید، کشت و زخمی کرد. حالا ما وایسادیم خروجی لحظات دیگه جلسه این آقایان اتاق جنگ اسرائیل بیرون بیاد و ببینیم امشب چه نقل و نباتی، چه هنابندانی برای لبنانی ها خواهند دید. خب یه موضوع دیگه هم که امشب قرار بود در موردش صحبت بکنم عزیزان من، اگر دیشب همراه برنامه ما بودید، من خدمتون عرض کردم که سخنگوی پنتاگون آمد گفت به خاطر اینکه دیروز حمله پهپادی که به یکی از پادگان ها و یکی از قرارگاه های ایالات متحده در اربیل عراق شده و یکی دو نفر هم اونجا زخمی شدن، پنتاگون تا لحظاتی دیگه با مشاور امنیت ملی کاخ سفید و شخص رئیس جمهور یک جلسه ای پشت درهای بسته خواهد داشت. عزیزان من، ما پیگیری کردیم، رسانه های اون برای آبیر هم خوندیم، دیدیم که تو خروجی خبرگزاریشون برگشتن گفتن آقا این جلسه برگزار شده، خبرنگاران ما ازشون پرسیدن که آقا خروجی چی بوده، چه تصمیمی گرفته، گفته که تمام تصمیم گیری ها محرمانه است و ما نمیتوانیم به شما بگوییم که چه اتفاقی قرار رخ بده. این که نمیان نمیگن عزیزان ما، ما هی به اون پیشبینی چند هفته پیش ما داریم نزدیک میشیم. جبهه دوم الان راه میفته، یعنی اسرائیل و لبنان. شما شک نداشته باشید تا لحظاتی دیگه اسرائیل زمینی و هوایی و دریایی خارمادر لبنان رو صلوات میده و لبنان هم دیگه، من لبنان که میگم منظورم همین حزب الله با مدیریت خرس‌الله است، مجبور میشن اینها هم دیگه در به چی میگن موشک های خودشون رو، اتاق های موشکی خودشون رو باز کنند و حمله چشمگیری به اسرائیل داشته باشن. اونجاست که این جلسه پشت درهای بسته پنتاگون با حضور رئیس جمهور آمریکا نمود پیدا میکنه و اونجاست که ما میفهمیم به زودی جبهه سومی رو هم ما شاهد خواهیم بود. جبهه سوم کجاست عزیزان ما؟ جمهوری اسلامی. من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، خدمت شما عزیزان، این جبهه سوم وقتی با جمهوری اسلامی شروع خواهد شد عزیزان من، چه آمریکایی ها چه اسرائیلی ها وضعیت شما مردم ایران رو نسبت به جمهوری اسلامی میدانند که شما حساب و کتابتون با جمهوری اسلامی سواست. پس تحت هیچ شرایطی نگران نباشید، ناراحت نباشید، تمام انرژی های خودتان را جمع بکنید تا به زودی بعد از اون اتفاقی که ما خدمت شما چند هفته پیش عرض کردیم، الان هم داریم عرض میکنیم، بعد از اون که اینها زدن گیج کردن، شما تشریف برای کشور خودتون رو به دست خودتون آزاد بکنید. حالا ما هم غیر مستقیم داریم یه چیزهایی رو خدمت شما عرض میکنیم، ولی هرچی نزدیکتر شدیم این قضیه رو ارزم به حضور شما بازتر خواهیم کرد. بله، ساعتی قبل امروز اونایی که تو اطراف خونه علیگدا علی خامنه‌ای که بهش میگن بیت رهبری سکونت دارن، حالا یا تجارت دارن یا حالا هر داستانی هست، میگفتن چند ساعت قبل دو تا هلیکوپتر کبرا از حیات بیت رهبری بلند شدند و به ناکجا آباد رفتن. عزیزان من، اینها همه یک پیام خاصی برای خودش داره.
شما شک نداشته باشید که خب این اطلاعاتی که ما در دست داریم و میایم برای شما پشت پرده ها رو میگیم، رژیم جنایتکار آخوندی خیلی دسترسیش بالاتره و مطمئن باشید اینها احساس خطر کردن. وقتی دو تا هلیکوپتر از قبلم بود تو انقلاب زن زندگی آزادی بود، تو اتفاقات سال 88 هم بود، تو جنبش سبز هم بود، هر باری که هلیکوپتر از حیات علیگدا بلند میشه شما مطمئن باشید علیگدا رو ور میدارن به یک جای امن میبرن. یعنی احساس کردن، یعنی اطلاعاتی به دستشون رسیده که قراره یک سری اتفاقات بیفته و علیگدا رو سریع با خودشون برمیدارن میبرند. اما موضوع بعدی بعده، موضوع بعدی و اینکه میخندم، این خنده خوشحالی منه، این روزها دم احزاب مختلف گم، احزاب گروه‌های کارگری و تشکل‌های دانشجویی و دانش آموزی و بازنشستگان تامین اجتماعی و پزشکان و الانم که نفت و کادر درمان و پرستاری هم وارد کار شدن، دمتون گرم. روز به روز هم داره بیشتر و فراگیرتر میشه. دیروز که دیگه کل کشور رو گرفته بودند و امروز هم ما دیدیم در جای جای کشور این تجمعات فراگیر با شعار به سر اختاپوس، یعنی شعاری که یه جورایی به طرف علیگدا میرفته، سر اختاپوس میرفته، ادامه داشت. اجازه بدید من این اعتراضاتی که امروز در جای جای مختلف کشور رخ داد رو خدمت شما عرض بکنم. اعتراضات فراگیر، تجمع اعتراضی پرستاران کاشان و آران بیگل، تجمع اعتراضی کارکنان رسمی وزارت نفت بندر ماهشهر، تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. اینا همونایی بودن که دیروز مزدوران خامنه‌ای به اینها حمله کردن و گفتن اگر جرأت دارید از این به بعد هم بیاین و تجمع بکنید. امروز اتفاقا آمدن تجمع کردن، سخنرانی هم کردن، گفتن که ما تجمع اعتراضی ما به حق، شعار هم دادن، تعدادشون هم دو برابر شد. یعنی نشون میده دیگه کارگران، دیگه معلمین، دیگه بازنشستگان، دیگه پرستاران، کادر درمان، دانشجویان دیگه از رژیم جنایتکار آخوندی نمیترسن. پیش خودشون این قضیه حل شده که آقا دیگه بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. اینها که نمیتونن 80 میلیون جمعیت ایران رو وردارن همشون رو بکنن تو زندان ها برای همشون برنامه. امروز یکی میگفت که آقا در وزارت اطلاعات 50,000 تلفن دستی مردم گم شده. خب دزدیدن چرا میگید گم شده؟ بگید دزدیدن. میگه ما خیلی ها میریم مراجعه میکنیم، ریختن خونه ما، تلفن های ما رو بردن و اینها. الان میگن معلوم نیست تلفناتون. خب بین وزارت اطلاعات وقتی اونا زمین میخورن، این همه دارن غارت میکنن از انفال، این همه جیب شما رو میزنن به چی میگن بهانه این که آمدیم تفتیش بکنیم از خانه شما، مثلا شما زندانی سیاسی هستید، فرزندان شما زندان، یهو میرن شما میبینید یه چیزی تو خونه طلایی گم شده، شما فکر کنید اینا واقعا سربازان میرزابول هستن، امام زمان هستن؟ چی فکر کردید؟ اینها یک مو شیاطین هستن که تا به امروز فقط خون شما رو نمکیده بودن که این کار رو هم کردند. پس شما تحت هیچ شرایطی دیگه برای اینها، تحت هیچ شرایطی مشروعیت قائل نشوید. امروز این تجمعات خیلی تجمعات جالبی بود. تجمعات کارکنان تامین اجتماعی رو هم در اغلب استان‌ها داشتیم، در استان اصفهان داشتیم، شیراز داشتیم، گیلان داشتیم، خود تهران رو هم داشتیم. این تجمعات ساعت به ساعت داره زیادتر میشه و این نشون میده که پای مردم رو گلوی رژیم جنایتکار داره بیشتر فشار میاره و این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. امروز آمار نگران کنندهی خروجی بعضی از خبرگزاری‌ها آمد، گفت آهای دولت مردان، آهای حکومت جنایتکار که فقط دنبال بحث سیاسی کاری و سیاسی بازی و نمیدونم این سیرک مسخره طبیله مجلس هستی، بیا درب خروجی کشور رو ببند، پزشکان، کادر درمان، پرستاران همه دارن فرار میکنن، بیمارستان ها دیگه پرستار متخصصی به ندرت بشه پیدا کرد.
خب امروز جالبه، امروز خود دبیر کل خانه پرستار آمد اعتراف کرد، ازش پرسیدن آقا این نگرانی هایی که میگن در بیمارستان ها کمبود پرستار و کادر درمان و پزشک هست واقعا جدیه یا جدی نیست؟ آمد با قاطعیت برگشت گفت کمبود پرستار در حال حاضر آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود بیماران جان خود را از دست میدهند. اگر شما از بیماران و مراجعان چنین چیزی را نمیشنفید دو دلیل دارد: یا آگاه نیستند و یا اینکه مظلوم هستند و کمبودها را میپذیرند. خدا وکیلی من همین پریشم هم گفتم، گفتم مظلومیتی که مردم ایران دارن، اون حسینی که میگفتن در دشت کربلا و آب و اون داستانها و اون شعر بری که میگفتن ندارن. در حال حاضر ما مظلومتر از مردم ایران در هیچ کجای دنیا نداریم. یعنی 44 سال این آخوندهای هرزه و مریض، دیشب داشتم میگفتم اگه جفنگیات نمیدونم کتاب آسمانی که میگند و نمیدونم این دخیل بستنها و این داستانها و روایت نمیدونم دشت کرد اینا رو از اینا بگیرید، این آخوندهای حرامزاده چه خصوصیاتی دارن، چه هنری دارن؟ میتونن چکش دستشون بگیرن برن نجاری بکنن، میتونن برن مثلا یه کار کشاورزی؟ نه، همشون گردن کلوف، دستشون رو نگاه میکنی ظریف‌تر از دست بانوان کشور ما هست، که خدا اینها رو لعنت بکنه. و من واقعا نگرانم از این بابت که من اتفاقا پریروز برای مادر خود من هم یک اتفاقی افتاد، ایشون تصادف کردن بردن ایشون رو بیمارستان، آقا یک پزشکی نبود، یک پرستاری نبود، میگفتن آقا یه پرستار 15 تا مریض رو داشت ساپورت بکرد. خب اون بیچاره هم یک هفته میاد، هفته بعد دیگه کلا فلج میشه، میره میشینه خونه. چرا؟ چون تمام پرستاران که امروز هم دیدیم، دیروز هم دیدیم، پریروز هم دیدیم، چه در تبریز، چه در کاشان، چه در تهران، چه در گیلان، اومدن تجمع کردن، گفتن آقا حالا که از ما دارید حمالی میکشید، دارید کار مضاعف از ما میکشید، لااقل حق حقوق ما رو درست بدید، که حق حقوق اینها رو هم نمیدن، هیچ کدومشون استخدام نیستن. در عوض همین فک و فامیل آخوندهای حرامزاده بهترین پست ها رو بدون اینکه تخصص داشته باشن در وزارت بهداشت، در وزارت علوم، در وزارت کشور، در وزارت ارشاد، همه جا تصاحب کردن، یک ذره هم نه تخصص دارن. یه لیسانس پشمکی که امروز ما داخل تلگرام هم پخش کردیم که میگه 8 میلیون بده لیسانس میدیم، 12 میلیون بده فوق لیسانس پیام نور میدیم. ببین مملکت دیگه چقدر پشمی شده، ببین چه فاجعه ای شده، چه بلایی اینها سر علم و فرهنگ و اجتماع و کل تشکیلات و شاخصهای کشور ما آوردن که اینجوری ما داریم به قهقرا میریم. بله، امروز هم جناب آقای فرشاد مؤمنی دوباره آمدن صحبت کردن. آقای فرشاد مؤمنی هم که گفتم دکتر فرشاد مؤمنی ایشون استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی، یه بچه مذهبی خیلی اونجوری دو آتشی هم هستن، حالا به دین و خدا و اسلام و چه میدونم به اینجور چیزها هم خیلی اعتقاد دارند و تو خود همین حکومت هم تا دسته فرو رفتن. یعنی نمیگیم یه آدمی هست که بیرونه، چون تا بیرون باشه اینا میگن آقا معاند ضد انقلاب با ما مشکل دارند و فلان دارند و اینها. امروز جناح آقای مؤمنی یعنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران آمد گفت که آقا فاجعه طلاق به حدی در ایران زیاد شده که آقایان که تئوریسین نمیدونم ازدواج آسان و فلان بودن، اینقدر تعداد و آمار بالا رفته که جرأت اعلام رو ندارن. من بذاری اصلا رو حرف چیزی که خودش گفته رو خدمت شما بخونم. فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت مثلا در سطح تبلیغات رسمی اینطور اعلام میکنن که نظام تصمیم گیری های اساسی ما یکی از حیاتی ترین اولویت دارترین تعادل ها را در تعادل سطح خانواده اعلام کرده است، ولی همانها به خاطر این گونه این کوته نگری های رانت زده بساطی را برپا کردن که خود خجالت میکشن آمارهای رسمی مربوط به طلاق را به صورت شفاف اعلام کنن، زیرا این آمار فاجعه بار است. اینو دیگه خود جناب آقای مؤمنی گفته، این دیگه من نگفتم.
بعد جالبم اینجاست، حالا صحبتاش زیاد بود نوشته بود، حالا نخواستم، من فقط لپ کلام رو آوردم که خدمت شما تقدیم بکنم. امروز برگشته گفته دستوری که دستگاه‌های امنیتی کشور برای سازمان‌های بهزیستی و نمیدونم دفترخانه‌ها و نمیدونم اینایی که این آمار پامارا رو جمع می‌کنند، آمده که شما تحت هیچ شرایطی اجازه ندارید آمارهای طلاق رو در اختیار خبرنگاران و آن کسانی که دارن کار تحقیقاتی میکنند قرار بدهید. چرا؟ چرا طلاق میشه؟ چرا؟ ما آیا قبل از انقلاب یک همچین داستانی واقعا داشتیم؟ آقا قبل از انقلاب اگر تو یک فامیل یک نفر طلاق میگرفت، آدم اینجوری احساس میکرد که طرف رفته کره مریخ و برگشته، یعنی طوری تو فامیل تابلو میشد، میگفت وای میدونی دختر فلانی یا پسر فلانی طلاق گرفته است، یعنی یک چیز بسیار بدی بود. ولی الان تو گینس ثبت میکنن اگر یک خانواده یکی از فک و فامیلی پسر دختر عمه خاله ننه طلاق گرفته نباشه. چرا؟ برای چی؟ مگر بعد از انقلاب شما نگفتید ما نایبین بر حق امام زمان هستیم، ما نماینده خدا بر روی زمین هستیم، ما آخر اسلام و دین و خدا و پیغمبر هستیم؟ مگر شما به ما یاد ندادید کفن هفت تکه داره، میخوای مسترا بری با پای راست برو، با پای چپ بری نمیدونم میری جهنم؟ مگر این خزعبلات رو شما در این 44 سال به خورد ما ندادید؟ به خورد پدران ما ندادید؟ به خورد بچه های ما ندادید؟ چی شد؟ چرا خروجیش اینقدر فاجعه آمیزه؟ آقا میگن که وقتی شما دو تا رو که عرفه میگن دو تا میشه 4 تا، ولی اگر 4 تا نشد یعنی این صورت مسئله غلطه. خب وقتی در این 44 سال شما ادعای این رو داشتید که صورت مسئلتون درسته ولی همش جوابش اشتباه میاد، پس اینها معلوم دکون بازار شما بود. بیان اینجا دخیل ببندید فردا حاجت میگیرید، بیان اینجا نمیدونم با تو همین کرونا مگه شما خاک کربلا و نمیدونم گل بنفش رو میکردید تو یه جایی طرف میگفتید خوب میشه و مردی یک ساعت دیگه میمرد؟ آیا اینها الان دیگه برای مردم مشخص نشده که جفنگیاتی بیش نبود؟ آیا برای مردم مشخص نشده که رژیم آخوندی واقعا یک رژیم پلید شیطانیه؟ چون همه چیز رو که به ما قول داده بود همه چیز برعکس شد. حالا اصلا کار ندارم خمینی هندیزاده اون اوائل اومد جب اینا گرفت گفت که نمیدونم ما آخوندها اصلا نباید در بحث سیاست دخالت بکنیم، ما در همون مساجد و منبر و اینها حرفامون رو میزنیم، بلکه خرش از پول گذاشت قرار بود آب و برق مجانی بکنه که ما امروز فیش حقوقی فیش آب و برق گذاشتیم 700,000 تومان اصلا دم پشماش میریزه. یعنی همه چیز شما دروغ، یک چیز تو این کشور شما راست نگفتید. همین الان میری پای منبر رئیسی میشینی میگی ما تو تمام شاخصها نبود، مگه وزیر کشور امروز صبح تریاد کشیده بود توپ شنگول شد اون اومد گفت ما 17 اقتصاد پویای جهان هستیم. نگاه اینها متوهمن، اینها آدمهای عقب افتادن، اینها آدمهای مشکل دارن، باور کنین اینها آدمهای مریضن، آدمهای دروز، اینها هم مریض جنسی هستن مریض عقلی هم هستن. آخه کدوم متوهمی؟ با اقتصاد شما ریده شده، شما اگر همین پول روز خودتون اعتراف کردید، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی شما آمد اعتراف کرد ما روزی 21,000 میلیارد تومان پول کاغذی چاپ میکنیم. یعنی مردم این پولی که الان تو دست شما هست و پیمان بهبودی سکته کرد به شما گفت آقا اینا به اندازه پشکل ارزش نداره، برید اینو تبدیل به طلای دست دو و یه تیکه زمینی نه دلار خارجی یوروی فلان بکنید، به این خاطر داره میگه روزی 21,000 میلیارد تومان کاغذ دارن چاپ میکنن به شما میدن، یعنی دارن دار و ندار شما رو میگیرن پول کاغذی میدن. یه روزم مثل ونزوئلا میذارن میرن پولای کاغذی شما، دیدید که تو ونزوئلا حالا واحد پول ملیش نمیدونم چه کوفتیه همه تو خیابون ریخته بود، یعنی هیچ ارزشی نداشت. الانم واحد پولی کشور ما که همین تومن و ریال لعنتیه با ونزوئلا در قعر جدوله. اقتصاد ما که دیگه ببخشید دیگه دیدید چجوری قهوه‌ایه. بعد امروز وزیر کشور برید بخونید، من از شکم خودم نمیگم، امروز آمده میگه ما اقتصاد 17 برتر دنیاییم. من نمیفهمم
داستانشون چیه، چی میخوام بگم، به کجا میخوام برسن. هدف من اینه که شما مردم عزیز دیگه واقعا بشینید به این نتیجه برسید که آقا اینها اصلاح ناپذیرن، با اینها هم به هیچ جا نمیشه رسید. تنها راه نجات مردم ایران، تنها راه نجات من، فرزندان من، نوو نتیجه من، خانواده من، تنها سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندیه و سلام. اما خب 2 دقیقه دیگه ما بیشتر فرصت نداریم. این 2 دقیقه رو عزیزان من میخوام 2 دقیقه با شما صحبت بکنم و یه خواهشی از شما بکنم و به عنوان یک فرد کوچک، مخلص شما، کوچیک شما، دستپوس شما، ما که هیچی بارمون نیست، ولی از شما خواهش میکنیم حالا با این بضاعت کم ما این حرفی رو که داریم میزنیم لطفاً در گوش خودتون اینو سیوش بکنید، در ذهن خودتون سیو بکنید، اونو انجامش بدید. عزیزان من، اتفاقاتی در خاورمیانه باید رخ بده که داریم میده. حالا ماها آدم‌های هیجانی هستیم دیگه، اگر هیجانی نبودیم که انقلاب اسحالی رو در سال 57 به وجود نمی آوردیم. خونمون نشسته بودیم، یخچالمون پر گوشت و مرغ و فلان بود، آمدیم ریختیم تو خیابون، گفتیم این بی‌ناموسا بیان از خدا و پیغمبر صحبت میکنن. آدم‌های منفعت طلبی بودیم، شکممون سیر. من نمیگم، پدران ما رو میگم که الان همه زیر خروارها خاک خوابیدن، روحشون شاد، خدا ببخش و بیامرزتشون. خب این کارو کردن، شکمشون سیر بود، آمدن این کارو کردن. ولی عزیزان من، یه ذره هیجان رو کنار بذارید، صبور باشید، تحمل بفرمایید. قرار اتفاقاتی در خاورمیانه رخ بده. حرفیه که 3 هفته قبل در آغاز جنگ اسرائیل من خدمت شما عرض کردم. همونجا من به شما گفتم اینا حمله زمینی، خیلی اومدن گفتن نه چرا، بس نمیشه. اونم شد، تمومم شد. الانم گفتم جبهه دومی هم داره باز میشه، شایدم تا نیم ساعتی دیگه یا شایدم همین الان باز شده که من خبر ندارم. چون امروز حزب الله بد زد، یعنی با این موشکایی که زد 15 نفر رو ناک اوت کرد از اسرائیلی ها. و مطمئن باشید اسرائیلی ها که الان در اتاق جنگ هستن تا صبح خواهر مادر اینا رو صلوات میدن. حالا بیروت رو بزنن یا نزنن، مطمئن باش امشب سمت حزب الله رو خواهند زد، ما خبرش رو هم پخش خواهیم کرد. حالا منظور من چیه؟ جبهه دوم هم باز شد، یعنی جنگ با حزب الله به ریاست خرسولا. وقتی خرسولا بیاد پای کار، خامنه ای دیگه نمیتونه، خب دیگه نمیتونه، چون این فرزند ناخلفشه دیگه. یعنی خرسولا وقتی افتاد وسط، خامنه ای هم باید بیاد. من از شما خواهش میکنم مردم ایران، 80 میلیون که عزیز من هستید، اون 5 میلیون بوسفند و بیخیال، خواهش میکنم با خانواده خودتون صحبت بکنید، با فرزندان خودتون، با پسران خودتون، با اونهایی که جوان دارند صحبت بکنید که یه وقت اگر جبهه سوم باز شد، چون آمریکا دیدید که دیشب هم اعلام کردن، گفتن آقا ما دست به ماشه هستیم، به ما هم گفتن آماده باش باشی. امریکا در حال حاضر با این ناوهای هواپیمابر و این همه ناو جنگی و اون زیر دریایی هسته‌ای و که برداشته آورده تو منطقه، عزیزان من، این روزانه میلیون ها دلار هزینه این هاست. اون مجانی نیامده که مجانی برگرده، اون آمده اینجا که پای خودش رو صفر بکنه و سود خودش رو ببره. خب اینجا ما مردم ایران باید زرنگ باشیم و از این بازی که در خاورمیانه پیش آمده ما برد بکنیم. مردم عزیز ایران، ما یک آلترناتیو داریم، داریم الان یک نفر رو داریم. چون رژیم جنایتکار آخوندی همش میاد تو فضای مجازی به شما میگه وای اگر آخوندها برن ایران برای همیشه داغون میشه، نابود میشه. مردم ایران، همین الان ایران ما نابود و داغون شده. خب مطمئن باشید، مطمئن باشید نفر بعدی بیاد، خیلی ما به سمت مثبت خواهیم رفت. اینها شیاطینن، تاریکی رو به کشور ما آوردن. پس حواستون جمع باشه. اگر جبهه سومی که جبهه جنگ آمریکا با اسرائیل، با جمهوری اسلامی، نه ایران، این رو توجه داشته باشید، با جمهوری اسلامی شروع کرد، نگاه کنید تو همین نشست
به گروه های اسلامی و چه میدونم کشورهای اسلامی و کشورهای مسلمان و نمیدونم عربی و اینها مشخص شد. همین که نتونستن یه دونه بیانیه پایان کار که همه موافق باشن بدند، مشخصه که اصلا کلن عربستان، امارات متحده، کویت، پویت، اینا همه سمت اسرائیل هم. بابا جان تمام کشورهای دنیا به فکر این هن که برای خودشون یک جایگاهی درست کنند و پیشرفت بکنند. این رژیم جنایتکار آخوندی به سرکردگی علی خامنه‌ای که یک مریضه، یک آدمی دیوانه، یک آدمی بیمار، چون مریض سرطان داره، هر روز امکان داره بمیره، میگه حالا که من میخوام برم بذار بازی رو خراب بکنم. ما نباید اجازه بدیم. من میخواستم این خواهش رو از شما بکنم که حساب خودتون رو از حساب جمهوری اسلامی سوا بکنید. فردا نشه جبهه سوم باز بشه، اینها دوباره از این توییت‌های هایلوکس بردارن بالاش بلنگو بذارن بگن میرزا گل منتظر ماز بیا تا برویم، بعد ما کشف بشیم. میدونی ببخشید من دارم با این ادبیات صحبت میکنم، چون هستیم دیگه، منم یک ایرانی ام. تا میام دست رو احساسمون میذارن میگیم آخه گناه دارن، حالا یه فرصت دیگه به اینها بدیم. عزیز من، عزیزان من، ما 44 سال به رژیم جنایتکار آخوندی فرصت دادیم، مادر ما رو جلوی چشممون آوردن، دیگه ولش کنید. اگر جبهه سومی شروع شد فقط آماده باشید که این حرامزاده ها رو بگیرید. نمیتونم تبلیغ بعضی چیزها رو بکنم، فقط کشور خودتون رو از اینها بگیرید. الان من چون هر حرفی بزنم میگه داره حقوق بشر رو زیر پا میذاره، داره مردم رو ترغیب میکنه، نه دیگه، اون موقع خودتون میدونید با احساسات خودتون. فقط از شما خواهش میکنم، چون بعضی از ما تا سریع جب میگیریم کشف میشیم، اصطلاحی که به کار میبریم، گیلانی ها به کار میگن، طرف کشف شده افتاده وسط میدان. اگر جبهه سومی باز شد تحت هیچ شرایطی نه خودتون نه فرزندان خودتون رو پیش نکشید. اینا 44 سال آخوندها به همراه 5 میلیون از مزدوران خودشون خوردن، برن خودشون الان این وضعیت رو جمع بکنن. شما پای خودتون رو کنار بکشید، حملات شروع شد، زدن اینها رو ناکود کردن، بقیه کار رو دامی تا بال گفتن، زدن گیج کردن، بقیه کار دیگه دست خود شماست. برید و اینا رو از مملکت خودتون بیرون بکنید، کشور خودتون رو نجات بدید. تمام دنیا دارن روز به روز میلیون ها دلار برای مردم خودشون، برای کشور خودشون خرج میکنن که این به استانداردهای جهانی برسه، ولی این علی چولا داره میلیون ها دلار، آقا این ما پول ماهیانه اون چی بود میدادن، یارانه، این ما الان چند روز گذشته ندادن، الکی میگن سیستما خرابه، اینا پول ندارن بدن، اینها پول ندارن. این جنگ هایی که باز شده هر چی دارن نفت میفروشن، پولو از همون بر میفرستن میره. این خیانت به شما مردم ایران، گوش به حرف اینها ندید، اینها دروغگو هن، اینها کذاب هن. به فکر خودتون و عاقبت کشور عزیزمون ایران باشید. من شیمی جانر بیمیرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز هم در این قسمت اینستاگرام در خدمت شما بودم، به ما اجازه داد که در اینستاگرام اصلی رادیو گیلان بیاییم و لایو بذاریم. امیدوارم که من به زودی بیام اینجا خبر پیروزی مردم ایران رو بدم، خبر سرنگونی رژیم فاسد، مریض و جنایتکار آخوندی رو بدم. تا آن روز من همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. البته میگم تا آن روز، نه که برم الان دیگه نیام تا ببینم اتفاق میفته، نه من فردا شبم بازم میام. حالا چی میگن، منطقه آبستن حوادث این شلوغی هایی که داره رخ میده، کلی خبر هست که من باید بیام از پشت پرده اینها، چه در داخل کشور چه از خارج کشور، شما رو مطلع بکنم. پس تا درودی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.